گرانش نیوتن از یه جهت دیگر معیوبه و اون اینی که در واقع تئوری نیست، تئوری خیلی قابل قبولی نیست، گویا که برای کارهای روزمره بسیار بسیار کارایی داره. اگر عیب تئوری چیز رو که گرانش نیوتن رو بخوایم رفع بکنیم به نسبیت خاص میرسیم. بنابراین این چیزایی که گفتم بله یادتون باشه. مکانیک نیوتونی بسیار خوبه برای سیستم های بزرگ مقیاس و برای سلام و برای سرعت های کم. وقتی هم که میگم سرعت های کم یعنی سرعت های کمتر از سرعت نور که حالا خواهیم دید که بالاترین سرعت و 300 هزار کیلومتر بر ثانیه است. و از یه جهت دیگه هم عیب داره، به موقع خواهم گفت که اون عیب ها چی هستن مکانیک نیوتونی، و اون رو اگر بخواین رفع بکنین به نسبیت عام خواهید رسید. اون وقت عیبی که برای سرعت های کم متوجه شدن فیزیکدان ها در پایان قرن 19 و در ابتدای قرن 20 بوده. حالا من یه چند صفحه از این کتاب رو میخونم. این سر صدا چیه؟ براتون میخونم بعدم ایمیل میکنم بشینیم بخونیم. فارسی ساده هم هست و قاعدتا نباید وقت ببره براتون. فیزیک تا پایان سده 19 از سه بخش عمده، مکانیک کلاسیک، الکترومغناطیس و ترمودینامیک تشکیل می شد. مکانیک کلاسیک با اعلام قانونهای حرکت و گرانش نیوتن سال 1687 صورت رسمی پیدا کرده بود و زمینه های ظهور الکترومغناطیس را کولوم، آمپر، فارادی و بسیاری دیگر فراهم کرده بودند و صورت بندی نهایی آن در 1865 توسط مکسول انجام گرفت. ترمودینامیک و مکانیک آماری در طول سده 19 صورت بندی نهایی خود را پیدا کرده بودند. نور هندسی و نور موجی نیز بخشی از فیزیک سده 19 و پیش از آن را تشکیل می داد. اتم و مولکول شناخته نبودند و به تبع از مکانیک کوانتومی، ذرات بنیادی، سینماتیک و دینامیک در سرعت‌های بالا، نظریه میدانها، نسبیت خاص و عام سخنی در میان نبود. تا آغاز سده 20 هر یک از بخش‌های یاد شده کم و بیش جدا از هم صورت بندی شده و رسمیت یافته بودند. بحث جدی برای بررسی مشترکات آنها از نظر مفهومی و فرمالیزم ریاضی انجام نمی گرفت. با وجود این هر یک از آنها در توجیه و توصیف کمی مشاهدات آزمایشگاهی و روزانه آن سالها چنان موفق بودند و دقیق پیش بینی می کردند که باور به درستی آنها به صورت عقیده در آمده بود. از بعضی دانشمندان سده 19 نقل شده که قانونهای حاکم بر طبیعت کم و بیش شناخته شده اند. تنها بعضی مسائل فرعی مانده است که به مرور برای آنها نیز جواب پیدا خواهد شد. یعنی در آخر قرن 19 اگر زندگی میکردین فکر میکردین همه چیز رو که حاکم بر طبیعت پیدا کردین و دانستن مکانیک نیوتونی، الکترومغناطیس و یه مقداری هم نور هندسی و نور چیز.
ولی چنین نبود. سده 20 آبستن انقلابی در فهم و درک انسان از طبیعت بود که تا اون روز هیچ ژرفندیشی تصورش را نکرده بود. اولین خلأ مفهومی در الکترومغناطیس ظاهر شد. معادله های مکسوئل موج الکترومغناطیس پیش بینی می کردند و هرتز در 1887 نمونه آزمایشگاه آن را تولید و نشر کرده بود. سرعت امواج الکترومغناطیسی برابر با سرعت نور بود. همین امر مکسوئل را بر آن داشت که نور را موج الکترومغناطیسی اعلام کند و مبحث نور را که تا اون روز راه جدا می رفت در زیر چتر الکترومغناطیس درآورد. ببینید اتفاق بسیار مهمی بود که موج الکترومغناطیس هم از نظر تئوری و هم از نظر آزمایشگاهی فهمیده بشه و درست بشه و بعد ببینن که سرعتش برابر با سرعت نوره. و مکسوئل اعلام کرد که نور که موج است نکند نور موج الکترومغناطیسی باشه. و در اون زمان بود که از اون زمان به بعد بود که نور رو به عنوان موج الکترومغناطیسی فیزیکدانا قبول کردن. سرعت امواج الکترومغناطیس باز اینی که خوندم، ولی امواج شناخته شده تا اون زمان مانند امواج آب، امواج صوتی، ارتعاشات تار و پرده تبل در آب، هوا، سیم تار و پرده تبل منتشر می شد. پرسیده شد امواج الکترومغناطیس در چه محیطی منتشر می شوند. مکسوئل سراغ اتر رفت. اتر پیش از مکسوئل در سده 17 پیشنهاد شده بود. سیال یا ذرات لطیفی فرض می شد که کنش و واکنش از راه دور را برای نیروهای مانند الکترومغناطیس و گرانش میسر می ساخت. اتر ساکن فرض می شد و نیز چارچوب مناسبی برای تعریف دستگاه مختصات لخت و فرض فضای مطلق سبودی بود. این اتر رو باید توضیح بدم. یکی از مطالبی که شما در مکانیک نیوتونی فرض میکنید وقتی که فرمول قانون حرکت نیوتون رو مینویسین، نیرو مساوی جرم ضرب در شتاب، و بعد میگین که این فرمول در دستگاه مختصات لخت باید نوشته بشه نه در دستگاه مختصاتی که مثلا میچرخه یا شتاب داره. وقت میپرسین که مختصات لخت یعنی چی؟ یعنی مختصاتی که شتاب نداشته باشه. وقتی که این حرف رو میزنین بلا فاصله آدم باید سوال بکنه که شتاب نسبت به چی نداشته باشه. و اگر بخوایم مختصه لخت داشته باشیم اقلا باید یکیشو در یه جایی سراغ داشته باشیم، بگیم که این دستگاه لخت حرکت نمیکنه یا اگر حرکت میکنه نسبت به یه چیزی حرکت میکنه که اون ساکنه. وقت و همینجا یکی از مشکلات مکانیک نیوتونی بود که مختصات لخت رو فرض میکنه ولی برای پیدا کردنش راهی نشون نمیده. وقت در اون زمان 1670 و چند خوندم این فرمولای مکانیک نیوتونیه، 1687 کتاب پرینسیپی های نیوتون نوشته شده. در اون زمان نیاز به دستگاه مختصات لخت احساس میشه. در اون زمان فرض میکنن که خیلی خوب
عالم رو یک ماده لطیفی پر کرده به نام اتر در تمام عالم ساکنه و هر متحرک دیگر در داخل اون حرکت میکنه و اتر دستگاه مختصات لخته و هر دستگاهی که نسبت به اون شتاب نداشته باشه اون هم لخت میتونه محسوب بشه. علت اینکه ماده لطیف رو هم لازم داشتن مسئله عبارت از این بود، این جرم روی این جرم نیروی گرانش وارد میکنه. چه واسطه ای بین این دوتا هست که این نیروی گر این لیوان اون تطبقون رو جذب میکنه؟ یه واسطه لازم داشتن، این واسطه رو اسمش اتر گذاشتن. این اتر میبایست تمام آسمان و زمین رو پر کرده باشه، برای اینکه یکی از فرضای نیوتن این بود که خورشید به زمین و به سیارات دیگر نیروی گرانش وارد میکنه، پس بنابراین فاصله خورشید و سیارات و ستاره ها میبایست با اتر پر شده باشه اگر فرض بکنیم. و از هر چیزی هم نفوذ بکنه، برای اینکه الان که اگر میخوایم بگیم که نور در اتر منتشر میشه، نور باید از آب هم رد بشه، برای اینکه نور از آب رد میشه، بنابراین اتر باید در آب هم نفوذ کرده باشه. نور از شیشه رد میشه، باید در شیشه هم نفوذ کرده باشه، اگر این رو فرض بکنید. بنابراین وقتی که پرسیده شد که موج الکترومغناطیس که وجود داره و حالا پیداش هم کردیم تولید کردیم در چه محیطی منتشر میشه، پیشنهاد مکسول این بود که در اتر منتشر میشه. مکسول و نیوتن تقریبا 150 سال با هم تفاوت زمانی دارن، 200 سال با هم، 220 سال با هم تفاوت زمانی دارن. اتر ساکن فرض میشد و نیز چارچوب مناسبی برای تعریف دستگاه مختصات لخت فرض فضای مطلق ثبوتی بود. اتر تمام کیهان را بیان کرد، از هر محیط شفاف و غیر شفاف میگذشت و نور خورشید و ستارگان را از فضای تهی بین زمین و اجرام آسمانی به ما میرسند. پرسیده شد سرعت حرکت زمین نسبت به اتر چگونه آن را اندازه گرفت؟ اگر به یک چشم نور نزدیک و یا از آن دور شویم سرعت نور چقدر زیادتر و چقدر کمتر است؟ اتر چنان لطیف است که در تمام اجسام نفوذ کند، ولی چنان صلب است و ذرایع الاستیک آن بالاست که سرعت انتشار ارتعاشات آن که امواج الکترومغناطیسی باشد 300,000 کیلومتر بر ثانیه است. چگونه میتوان این لطافت و صلابت بسیار زیاد را با هم جمع کرد؟ اینا سوالات زیادی بود که در مورد اتر پرسیده شد. ببینید سرعت صوت در ارتعاشات هوا چقدره؟ 340 کیلومتر بس تو اینکه تماچی باش. سرعت صوت در آب چقدره؟ خیلی بیشتره، حدود 1500-600 متر، من چیزی در این حدود من یادمه. علتش اینه که هوا شلوغه، چوالیش کمه و اگر بخواییم فشارش بدین آسون فشرده میشه و آب صلابت داره، دنسه،
چگاله و اگر بخوایم فشارش بدیم متراکم بکنیم خیلی به سختی متراکم میشه. ضرایب یانگ، ضریب یانگ یا ضرایب الاستیسیته برای آب خیلی بیشتر از ضرایب الاستیسیته برای هواست. برای سیم وقتی که کشیده میشه سرعت انتشار موج درش زیادتر میشه، تر وقتی که کوک میکنیم صداش زیرتر میشه، ارتعاشاتش زیر میشه، ولی در این حال سرعتش هم زیاد میشه. برای اینکه ضرایب الاستیک برای سیمی کشیده خیلی بیشتر از سیمیه که کمتر کشیده شده باشه. حالا بنابراین هر چقدر ثبات سیستم بیشتر سرعت انتشاراتش داره. و اتر اگر قرار ارتعاشاتش 3000 کیلومتر بر ثانیه سرعت داشته باشه خیلی چیز سلب باشه، ضرایب الکتریسیته خیلی خیلی باید بزرگ باشه. در این حال هم باید از زمین و آسمان رو پر بکنه، از همه چیزم رد بشه، بنابراین باید لطیف باشه. این لطافت و سلامت به همگی نمیدونه در هر حال. و دوم این که حالا که اتر تمام عالم پر کرده و ساکنه، خب زمین داره شرکت میکنه، سرعت حرکت زمین در اتر چقدره؟ نه نسبت به خورشید، اصلا هر چیزی دیگه که در اتر هست سرعتش رو در اتر چگونه بخوایم پیدا بکنیم. یه نکته دیگری هم که مکانیک نیوتونی القا میکرد و مردم اون زمان عادت کرده بودن این بود، من اینجا نشستم یه نفر نسبت به من با سرعت 2 متر بر ثانیه حرکت میکنه، یه نفر سوم نسبت به اون نفر دوم با سرعت 3 متر بر ثانیه حرکت میکنه، اون نفر سوم نسبت به من با سرعت چقدر؟ 5 متر بر ثانیه حرکت. خب حالا این رو در مورد نور بیایم بررسی بکنیم. من اینجا نشستم، یه چشمه نورم، نور میفرسته به طرف من، اندازه گیری میکنم 300000 کیلومتر. حالا اگر من با یه سرعت یو برم به سمت چشمه نور، سرعت نور نسبت به من چقدره؟ اگر کلاسیک و نیوتونی فکر بکنیم باید باشه سرعت نور منهای سرعت من، یا اگر اون دور بشه از من سرعت نوری که به من میرسه از اون سرعت نور به علاوه سرعت اون که از من دور میشه. خب گروهی از آزمایشگران پایان سده 19 گفتن خیلی خوب، از همین راه ما این رو امتحان میکنیم. زمین میچرخه، این آزمایش مایکلسونه دارم میگم بهتون، زمین اینجوری میچرخه، بنابراین اگر یه دستگاه یک من در اینجا بگذارم الان میچرخه، نسبت به اتر سرعتش اینوریه، اتر رو ساکن فرض کنیم، 12 ساعت بعدش این نقطه آمده این پایین قرار گرفته، سرعت همین چشمه نور نسبت به اتر اون طرفه. بنابراین من اگر روی این میز در اونجا یه چشمه نور بگذارم، در اینجا یک دیتکتور نور بگذارم، باید و فرانژ بگیرم با اینترفیرنس، وقتی که الان فرانژ میگیرم دستگاهم رو بچرخونم 90 درجه اون طرف که زمین دیگه در این امتداد سرعت نداره، سر 6 ساعت بعد چیز ببینم، یه تغییری در فرانژا ببینم. این نوع آزمایش مایکلسون بود و
مایکلسن و بعدش فیزو یه آزمایش کردن، هیچ چیزی ندیدن از این آزمایش های مختلفشون، چیزی ندیدن. سرعت نور رو همیشه 300,000 کیلومتر بر ثانیه به دست آورده. به نظر می رسید که نور از با قانون جمع سرعت های متعارف مکانیک نیوتونی سر سازگاری نداره و با قانون جمع سرعت ها نمی خونه. زمان قانون جمع سرعت های مکانیک نیوتونی رو بگیم قانون جمع سرعت های گالیله، اینکه قبل از اون سینماتیک مکانیک رو، سینماتیک حرکت رو گالیله خیلی پیشتر از نیوتون بررسی کرده بود. سینماتیک مکانیک کلاسیک مال گالیله است، دینامیکش مال نیوتونه. اتر سرعت حرکت زمین در اتر مشخص نمیشد، یا به عبارت دیگر اتر خودش نشون نمیداد. به هر ترتیبی آزمایش میکردن اتر خودش نشون نمیداد. گذشته از این منجمین هم راههایی داشتن که از دریافت نور ستارگان الان و 6 ماه بعد، 1 سال بعد که زمین در مدارش دور خورشید حرکت میگه، ببینید یه ستاره در اونجا در نظر بگیریم، زمین اینوری به چرخه، الان نسبت به اون ستاره دور میشه، ولی 6 ماه بعد نسبت به اون ستاره نزدیک میشه، چیزی شبیه دستگاه مایکلسن مورلی میشه. وقت منجمینم که میخواستن سرعت حرکت زمین در اتر رو از با روش های خودشون تعیین بکنن، اونها هم چیزی گیرشون نیومد. از آزمایش‌های زیادی توسط فیزو، مایکلسن و مایکلسن مورلی، اینا رو تاریخش هم اینجا نوشتم، و دیگران انجام گرفت که پرسش‌های بالا را جواب دهند. نتیجه منفی بود. سرعت نور در همه حال ثابت بود و اتر خود را نشان نمیداد. در سال 1905 نوبت انیشتین جوان بود که تفکر سنتی رایج زمان را که نور محیط انتشار میخواهد کنار بگذارد و اعلام کند اگر سرعت نور و امواج الکترومغناطیسی در همه حال ثابت است، چرا همین به عنوان اصل پذیرفته نشود؟ و اگر اتر نمیخواهد خودش را نشان دهد، چرا کنار گذاشته نشود و فیزیک بدون آن از نو ساخته و پرداخته نشود؟ توجه کردین تفکر انیشتین رو؟ اون چیزی که میبینیم چیه؟ سرعت نور رو هر کسی اندازه میگیره، مقدار 300 کیلومتر به دست میاد. این همین رو به عنوان قانون قبول که سرعت نور برای همه یکسانه، برای در همه دستگاه های لخت یکسانه. حالا بعدا در نسبیت خاص عام میبینیم که در همه دستگاه های غیر لخت هم همینه. سرعت نور ثابت بودنش یه چطوری بود؟ یه مفهوم عجیب غریبیه و چقدر و چقدر میشه از این ثابت بودن سرعت در دستگاه های مختصات مختلف اطلاعات به دست آورد و قانون های طبیعت رو یا حاکم بر طبیعت رو از طریق همین یک کلمه بشه فهمید. و اتر هم خودش نمیداد، اتر نمیده بذاریم و اون چه بگذاریم
فیزیک علم مطالعاته و اون چیزی که نمیدیم در موردش سوید میکنیم میکنیم از اون مفهوم جوابش نمیدیم نداریم هیچ وقت چیزی دست ندارین هیچ راه بررسی شدیم تر یکی از این بود در ابتدای قرن بیستم به توصیه اینشتین گذاشته که دیگه از اکر صحبت نکنیم وجود برای فیزیکدان وجود نداره حالا فیلسوف اگر میخواد به چسبه بهش به ما کاری نداره به ما هم کاری نداره در پایان قرن 19 ناخوشایندتر از همه ناهماهنگی بین مکانیک نیوتونی و الکترومغناطیس در جمع صورت ها بود در سینماتیک کلاسیک اگر سرعت B نسبت به AU1 و سرعت C نسبت به BU2 باشد سرعت C نسبت به A U1 و U1 بلاوه U2 خواهد بود این قاعده برخواسته از ناوردائی قانون حرکت نیوتن در تبدیل های گالیله است اینو من پاشم بنویسم سین F یه جسمی به جرم M نیرو وارد بکنید یه شتاب میگیره نیرو برداره اینم برداره این عدد این سکیلر A رو چی میگیم؟ میگیم که دستگاه مختصات این جرم M این بردار مکان X این بردار سرعت V و اینم شتاب A رابطه اینا رو اینطور می نویسین DX V مساویه DX به DT و A مساویه D2 X به DT2 حالا من بیام در اینجا یه دستگاه مختصات دیگری بگیرم اینو بگم دستگاه مختصات X اینو بگم X پرایم اون وقت بذاریم ببینم کجای تابلو بذارم خوب این رو اینجا نگیرم دستگاه مختصات پرایم هم اینجا بگذارم X پرایم همین جرم مکانش X پرایمه این X رو ببرم اینجا بردار X این بود حالا اگر از اینجا تا مبدا این بردار چی بگذارم اسمش بردار C بگذارم این بردار به علاوه این بردار این بردار درسته؟ خیلی خوب X پرایم مساوی X برای اون شکلی که کشیدم منهای C درسته؟ یه به علاوه بنویسم به علاوه است اینو بالا بذارین جهت این رو عوض بکنم سی رو اینطور تعریف بکنم الان سی به علاوه اکس مساوی اکس پرایم خب حالا وی پرایم ببخشید حالا این نسبت به این حرکت بکنه با سرعت V و اون وقت این C من برابر بشه با V T ببینید این دستگاه نسبت به این دستگاه با سرعت V حرکت میکنه اون وقت X پرایم مساوی میشه با X
به علاوه تی یو بگذرم اسمش رو چون وی رو بالا به کار بردم وی از این باید مشتق بگیرم بشه وی از این باید مشتق بگیرم یو رو هم ثابت نگاه داریم برای اینکه اگر بخواد اون اینرسی باشه اینم اینرسی باشه لخت باشه اینم لخت باشه باید یو ثابت باشه یو بردار ثابتیه A پرایم مساوی A از این مشتق بگیرم اونم که مشتق نداره این تبدیل رو میگیم تبدیل گالیله ضمناً اگر این زمان رو با ساعت خودش تی اندازه گیری میکنه و این یکی تی پرایم اندازه گیری میکنه تی پرایم این ناظر مساوی تی اون بالایی خیلی خوب حالا فرض کنید این نیرویی که به این وارد میکنیم نیروی گرانش باشه هم این نیرو رو هم این شخص ام جی اندازه خواهد گرفت و هم این شخص ام جی اندازه خواهد گرفت بنابراین اف پرایم این برابر با اف اون خواهد بود یا اینکه فرض کنید که یه فنر بستین بهش و میکشین و یه نفری با میکشه اون فنر هم اندازه نیرو رو نشون میده هم این ناظر اون رو اف اون اگر اف اندازه گیری بکنه این یکی هم اف پرایمش برابر با اف اون خواهد بود و خواهد نوشت اف پرایم مساوی با اف بنابراین قانون اگر برای اولی اف مساوی ام ای بود برای دومی خواهد شد اف پرایم مساوی ام ای پرایم چرا میشم که هر دو در مکانیک نیوتونی یکسان اندازه میگیرن ببینید اینا رو بگیم تبدیل های گالیله از یه مختصات اینرسی به یه مختصات اینرسی دیگر قانون جمع سرعت ها هم در اینجا میبینید تحت تبدیل های گالیله این معادله فرم اینوریانته فرمش رو حفظ میکنه دقت میکنید فرمش رو حفظ میکنه و باید هم اینطور باشه از نقطه نظر منطق متعارف باید اینطور باشه اگر این دو تا ناظر هر دو لخت هستند امتیاز نسبت به هم ندارن و اگر قانون برای یکی به صورت اف مساس و ام ای نوشته میشه برای این یکی هم باید به همون صورت نوشته بشه منتها مقادیرشون ممکنه فرق بکنه که اتفاقا در اینجا فرق نمیکنه توی این فرمول فرق نمیکنه در مکانیک نیوتونی تحت تبدیل های گالیله فرم اینوریانته ناورده است و این مهمه ناوردهایی بسیار بسیار مهمه چرا؟ برای اینکه ناظرین لخت با همدیگه برابرن هیچ کدام امتیازی بر دیگری نداره اگر من لخت هستم ناظر لخت هستم و یه نفر که روی گاری سوار شده حرکت میکنه میره اون نسبت به من لخته فرقمون در اینه که من قضاوت میکنم اون با یه سرعتی از من دور میشه ولی اون گاریچی هم همین قضاوت رو در مورد من میکنه میگه که من نسبت به گاری اون با سرعت وی این طرف میرم فرقی نداریم با هم دیگه چون فرقی نداریم حالا اگر اون یه آونگ گرفته دستش پریودش اندازه گیری میکنه و پریود رو رادیکال چقدر الجیوم به دست میاره منم باید همونه به دست بیارم چون فرقی با هم دیگه نداریم
مادلی نیوتن تحت تبدیل گالیله نبرد است و لازمه تبدیل گالیله قانون جمع سرعت است. ولی الکترومغناطیس از این قاعده پیروی نمیکنه. معادلات مکسول خواهم رسید بهشون. تحت تبدیل های گالیله نوردا نمیمونند. چون اگر نوردا میموندند سرعت نور، سرعت امواج الکترومغناطیسی از قانون جمع سرعت های گالیله پیروی میکرد. این بزرگترین مشکل آخر قرن 19 هم بود و اتفاقا کوشش جمعی بر این بود که الکترومغناطیس رو با مکانیک نیوتونی هماهنگ بکنن که درست برعکسش اتفاق افتاده بعدا. باید فهمیده میشد. اتفاقا این یکی باز از ریزبینی های انشتنه. آخه به عقل نمی گنجه، یا اقلا به عقل انشتن نمی گنجید که یک قسمت از فیزیک از یک تبدیل پیروی بکنه و قسمت دیگری از فیزیک از تبدیل دیگری پیروی بکنه. خب بقیه داستان عبارت از اینه که سوال میشه خیلی خوب، حالا الکترومغناطیس از چه تبدیلی، از تبدیل گالیله پیروی نمیکنه، الکترومغناطیس از چه تبدیلی پیروی میکنه؟ و پیدا هم کردن و انواع اقسام تفسیرهای هم داشته. مثلا لورنس یکی از پیشنهاداتش این بود که هر طولی در اتر حرکت بکنه طول کوتاه میشه و اگر این رو در نظر بگیرین میتونین معادلات مکسول رو و در نظر گرفتن این معادلات مکسول رو اصلاح بکنید بفهمین. ولی و اتفاقا اگر یادتون باشه به گوشتون خورده باشه کوتاه شدن طول رو میگن لورنس کانترکشن و لورنس خیلی پیشتر از نیوتن بود، ببخشید انشتن بود و نسبیت انشتن هم قبول نکرد تا آخر، قبول نکرد نسبیت خاص انشتن رو قبول نکرد علیرغم اینکه در خیلی جهات درست جواب میداد. خب حالا برگه رو بخونم. سرعت نور نسبت به چشم سی و سرعت ناظر نسبت به چشم وی باشد، سرعت نور نسبت به ناظر همچنان سی میماند. لازمه این امر چنانچه خواهیم دید ناوردائی معادله های مکسول تحت تبدیل های لورنسه. تبدیل لورنس رو به تفصیل بررسی خواهم کرد براتون. قسمت عمده حرفامون همین تبدیل های لورنس خواهد بود. ناوردائی مکانیک کلاسیک تحت تبدیل های گالیله و ناوردائی الکترومغناطیس تحت تبدیل های لورنس هر دو در پایان سده 19 شناخته شده بودند. باز انشتن بود که پرسید چرا بخشی از فیزیک از تبدیل های گالیله و بخش دیگر از تبدیل های لورنس پیروی کند، چرا همه قانون های فیزیک از یک تبدیل پیروی نکنند و در همه دستگاه های لخت یکسان نوشته نشوند. پذیرش این دیدگاه انقلابی پیامدهای انقلابی داشت. نسبیت خاص بر مبنای دو اصل ثابت بودن سرعت نور در دستگاه های لخت
اصل اول و اصل دوم یکسان بودن تمام قوانین فیزیک در دستگاه‌های لخت ساخته شد. الکترومغناطیس دست نخورده ماند و مکانیک کلاسیک با ناباوری و علی رغم همه دقت و صلابتی که تا اون زمان از خود نشان داده بود تن به بازبینی و صورتبندی نوین داد. البته تفاوت مکانیک نسبیتی جدید و مکانیک نیوتونی کلاسیک تنها در سرعت‌های زیاد که کسر قابل توجهی از سرعت نور باشند ظاهر می شود. در رخدادهای روزمره در سرعت‌های کم مکانیک نیوتونی هنوز از دقت کافی برخوردار است و اعتبار دارد. این نکته هم تأکید بکنم. از سرعت‌های روزمره در چه حدوده؟ اون آشنایی با سرعت‌های روزمره من چی هست؟ آدم ها با چه سرعتی حرکت میکنن؟ اندازه بگیرین سرعت منو دیگه. چند ثانیه آمدم؟ ها؟ فوقش اینی که با سرعت 4-5 متر بر ثانیه حرکت میکنم. اگه میدویدم میشد سرعت 8 متر بر ثانیه دیگه. اگه قهرمان دو بودم ممکن بود سرعت 9 متر بر ثانیه بشه دیگه. ماشین با چه سرعتی حرکت میکنه؟ ما اگر پیاده برین شما از اینجا تا سایان رو میتونین یک ساعت برین، با ماشین برین 10 دقیقه میرین، درسته؟ این هم سرعت های ماشین دیگه. هواپیما فاصله تهران تبریز رو یا تهران مشهد رو که 1000 کیلومتره در چه مدتی میره؟ یک ساعت. بنابراین 1000 کیلومتر بر یک ساعت به ثانیهش تبدیل بکنید، ببینید که خیلی عدد خیلی خیلی از 300,000 کیلومتر پایین تره. اصلا ماهواره که میفرستیم امروز به هوا با چه سرعتی میفرستیم که از زمین خارج بشه؟ سرعت فرار از زمین چقدره؟ 11 کیلومتر بر ثانیه. از 300,000 کیلومتر بر ثانیه خیلی خیلی کمتره. اینو به تفصیل بعداً خواهیم دید. انحراف از مکانیک نیوتونی از مرتبه V2 بر C2. مکانیک نیوتونی و مکانیک نسبیتی از مرتبه V بر C با هم توافق دارند. تفاوت از V2 بر C2 ظاهر میشه. حالا برای ماهواره که با سرعت 11 کیلومتر بگیم 10 کیلومتر میفرستیم، 10 کیلومتر بر ثانیه بر 300,000 کیلومتر بر ثانیه چقدر میشه تفاوت؟ نسبت 30,000 مجذورش بکنید ببینید که چه عددی کمیه. بنابراین درست مکانیک نیوتونی عیب داره، ولی عیبش در این اندازه است. در کارهای روزمره ما هیچ ظاهر خودشو ظاهر نمیکنه. خب حالا من فرصت میدم در مورد همین حرف های کتاب اینجا زدم بحثی دارین بگین. یلا بله بله بگی. دستگاه لخت تصور میکرد و تو دستگاه لختش مایلش رو پیش ببرد، اما هیچ وقت راهی رو اشاره نکرد که این دستگاه لخت رو پیدا کنه. بنابراین
این ایده فکر دانشمندا رسید که احتمالاً باید اون هم در یک بستری حرکت کنه مثل تار محتملش مثل صوت و مصادره. بعد منم فرض کردم که اون بستر احتمالاً چیزی مثل اتر هست و خصوصیت هایی رو براش در نظر گرفتم، مثل اینکه کاملاً باید لطیف باشه به این دلیل که نور مثلا نفوذ میکنه در آب، اتر هم باید در آب نفوذ میکنه و همسایه و در این حال باید خیلی صوت بیرون که توجیه کنه سرعت بسیار زیاد این موج رو در این تاریخ. این اولی مسئله بود که خب شما راستینه. یه نکته رو تأکید بکنم، آدمی مثل مکسول که مسئول تنظیم و تدوین و صورت نهایی دادن به الکترومغناطیسه، اون هم نمیتونست از این فکر رایج زمان خودشو جدا بکنه که موج حتما یه محیط انتشار میخواد، که هر موجی حتما یه محیط انتشار میخواد. چرا؟ برای اینکه مشاهدات مکسول و تمام آدمای دیگر تا اون زمان این بود که هر موجی دیده بودن در یه محیطی منتشر میشد. یه کمیتی که به طور مجرد محیط نخواد و منتشر بشه قابل تصور نبود، حتی برای آدمی مثل مکسول، حتی برای آدمی مثل مکسول. این خیلی مهمه که عادتها و باورها چگونه میتونن دوام بیارن و آدم نتونه از چارچوب عادتها و باورهاش به آسونی بیرون بیاد. حرف انشتن بسیار بسیار انقلابیه اگر تصورش بکنید، و حتما انتظار داشته باشین که در همون زمان یه تعدادی انشتن را اصلا آدم حساب نکنن به خاطر همین حرفای که عامه مردم در وهله اول جنون آمیز تلقی بکنن. خب و یه نکته دیگر، قضاوت هایی که ما میکنیم مبتنی هست بر اون چرایی که در طول سالیان دراز ما و دیگران دیدن و از اونا قاعده استنباط کردیم و بر اون قاعده استنباط و استنتاج میکنیم، اسمش هم میگذاریم عقل، اسمش هم میذاریم عقل. میگیم که آدمای متفکر فلان چیز رو گفتن، ولی ببینیم این فکر آدمای متفکر و مبنای فکرشون و قواعد فکرشون از کجا آمده؟ از مشاهدات روزمره آمده اکثرا، و اون وقت این حد اکثر این مشاهدات روزمره رو یک کم تعمیم میدن، استقرار میکنن از این بازه ای که تجربیاتشون نشون داده، یکم فراتر میرن به این بازه با استقرار میکشونن. ولی بعضی وقتا این بازه استقرار رو تا بی نهایت که میکشن، اونجاست که اشتباهات فاحش در قضاوت و در یافتن اون چیزی که میباز باشه اشتباه اتفاق میفته. نمیدونم چیزی فهمیدین از این حرف من؟ ببین خیلی ساده، شما مثلث در روی زمین بکشین، زوایاش اندازه بگیرین، چند درجه است؟ 180 درجه. حالا تعمیم بدیم یه مثلث، یه سرش رو خورشید باشه، یه سرش رو زمین، یه سرش هم مریخ، زوایای این اندازه بگیریم و میگیریم، تقریبا میشه اندازه گرفت.
اونم 180 درجه میبینیم است. ولی یه مثلث بگیریم، یه سرش مرکز کهکشان راه شیری باشه، یه سرش کهکشان آندرومدا باشه، یه سرش کهکشان دیگری باشه، آیا حق داریم بگیم که این مثلث هم زاویه هاش حجم زاویه هاش 180 درجه است؟ و اگر یک آدم منکری پیدا شد گفت و اندازه بگیریم به من بدین ببینم درست میگین یا نه، رای داریم؟ نه. بنابراین تعمیم این که فضا تخته، از مشاهداتی که رو زمین انجام دادیم، حد اکثر تو منظومه شمسی انجام دادیم، به ورای منظومه شمسی یه استقرایه، استقراییه که بازش خیلی خیلی وسیعه و اونجا ممکن اشتباه بکنیم و داستان نسبیت عام منشتن همینه که یکی از فرضای اینه که من دستگاه مختصات XYZ میتونم نصب بکنم هر جا فاصله بین دو نقطه را بگم که DX دو به علاوه DY دو به علاوه DZ دو. این مفهوم فضای تخته. از کجا معلوم در تمام عالم این فرمول درسته؟ و من اگر فاصله مختصات دو نقطه داشته باشم فاصله شون رو باید از این فرمول حساب بکنم. از کجا معلوم؟ راهی نداریم. اگر راهی نداریم بهش برسیم، خب یه جور دیگری لازمه فکر بکنیم. ولی این که مشاهدات ما در روی زمین انجام گرفته با اون فرمول عادت کردیم، گذر از این فرمول به یه چیز غیر متعارف دیگر خیلی جرأت میخواد و یه انقلاب فکری میخواد. خب سوال بکنیم اینو. مثلا شما گفتیم که لطافت و سلامت اتر با هم جمع نمیشه، ولی من نمیدونم چرا لازمه بگیم اتر لطیف، چون اگه شیشه اتر از شیشه یا زمین یا آب رد میشه میتونیم بگیم که شیشه، زمین یا آب لطیف هم نسبت به اتر میتونستن تو اتر قرار بگیرن. باش بگیم اینجا بس لزوم نداره بگیم اتر. ولی خب داستان اینی که در نمیتونیم پیدا بکنیم دیگه، به جز همین حرف ها که نمیشه به مشاهده گذاشت، نمیشه پیداش کرد دیگه. این جملات مال منه، در هیچ کتاب پیدا نمی کنیم. بله. نه، ادوان اینشتین یه فیزیکدان بسیار دقیقی بود. مثلا چیز چی میگن، حرکت براونی یه ذره حرکت میکنه و میخوره به ذرات دیگر، راه پر پیچ خمی داره. این ریاضدان اون زمان بهش علاقمند نبودن، ولی اینشتین آدمی بود که بهش علاقمند باشه. یا مثلا پدیده فوتوالکتریک، حتی اونا که پدیده فوتوالکتریک رو کشف کرده بودن، رو آزمایش در آزمایشگاه بهش پرداخته بودن، اون طرز تفکری که اینشتین داره در مورد پدیده فوتوالکتریک دیگر رو نداشتن. مبهمه. من حقیقت خیلی نرفتم، نه فقط در نوشتن این چند صفحه، ولی وقت که چیزی وجود نداره چرا وقتم تلف بکنم اینه و برم کند و کار بکنم دیگه. ولی بودن آدمایی که اواخر قرن 19 و 20 که بسیاری از این نکات رو بررسی کردن و
تاریخچه براشون وجود داره. اگر بخواین نگاه بکنین، یه گوگل سرچ بکنین یا ویکی‌پدیا نگاه بکنین، مثلا تو ویکی‌پدیا اتر رو نگاه بکنین. اتر رو هم اینطوری شاید بنویسه. این دو املا میبینین، نگاه بکنین، ویکی‌پدیا رو خواهید دید. خب لورانس یک ترانسفورمیشن پیدا کرده بود که معادلات مکسول در تحت اون ترانسفورمیشن ناوردا میموند به همون صورت. فقط کافی بود که روی ای و بی و جی و بار و فینا یه پرایم بچسبونی و سرعت نور بنابراین ثابت میموند در هر دو. این کار لورانس بود. منتها تعبیری که لورانس میکرد مثلا از همین کوتاه شدن طول، تعبیر لورانس این بود که واقعا این طول چیز میشه، کوتاه میشه و واقعا کوتاه میشه، یعنی هر ناظر دیگری نگاه بکنه این رو تو کوتاه خواهد دید. ولی اون چیز که انیشتن میگه چیز کاملا متفاوتیه. بعدا انیشتن میگه اگر این خط کش حرکت میکنه نسبت من قضاوت خواهم کرد که طول این کم شده، ولی اون کسی که همراه با این حرکت میکنه طول این رو کوتاه نخواهد دید. در مورد اتساع زمان چی؟ اتساع زمان هم همینطور. من یه ساعتی دارم، شما هم یه ساعتی دارین، ساعت هم مشابه. وقت مادامی که نشستیم کنار هم ساعت همون رو مقایسه میکنیم هر دو مثل هم حرکت میکنن. ولی اگر شما سوار یه ماشین بشین برین با سرعت ثابت، من قضاوتم این خواهد بود که ساعت شما کند حرکت میکنه. یعنی اگر سر راه اپر یه آدمی از خودم بگذرم، شما وقتی که حرکت میکنه از اینجا ساعت همون رو میزان بکنیم و بریم وقتی که از ابهر رد میشین ساعتتون رو به اون شخص بگین و اون شخص به من تلفن بکنه بگی که ساعت شما چنده، من با ساعت خودم مقایسه بکنم، قضاوت من این خواهد بود که ساعت شما کند کار میکنه. ولی اگر شما که با ماشین دارین حرکت میکنین با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت، یه نفر دیگری هم پشت هم شما حرکت بکنه با همون سرعت 100 کیلومتر بر ساعت و شما به اون دستور بدین هر وقت جلوی من گذشت ساعت، من ساعت هم نشون بدم بهش، شما وقتی که به ابهر رسیدین و اینم رسیده به من، من ساعت هم نشون بدم به اون گزارش خواهد داد که ساعت من داره کند کار میکنه. قضاوت شما در مورد ساعت من این خواهد بود که ساعت من داره کند کار میکنه، ولی ساعت من برای خودم میزان کار میکنه، ساعت شما برای خودتون میزان کار میکنه. حالا شما ممکنه بگین که این که باور کردنی نیست، درسته؟ ها؟ ها؟ خب علتش اینه که ما هیچ وقت اولا این رو در سرعت 100 کیلومتر بر ثانیه نخواهیم دید، این کند شدن رو. هیچ وقت هم با سرعت های نزدیک به 1/10 سرعت نور، نصف سرعت نور حرکت نکردیم ببینیم که اتفاق میفته یا نمیفته. ولی اگر بعدا بیاییم با ذرات سریع سر و کار داشته باشیم، مثلا با الکترون که دور اتم میچرخه با سرعت تقریبا 1/10 سرعت نور،
اونجا لازمه که این تصحیحات رو انجام بدین تا طیف اتم هیدروژنتون رو درست به دست بیارید. یا مثال خیلی سادهش، بعضی از این میزون ها جو زمین دائما بمباران میشه توسط ذرات سریعی که از یه جای عالم آمده. اون وقت در این برخورد ها ذرات جدید ناپایداری به وجود میان و بعضی از این ذرات ناپایدار عمرشون در حد 10^-8 ثانیه است. 10^-8 ثانیه چند کیلومتر میشه حرکت کرد. به سرعت نور ضرب بکنید دیگه. 10^-8 ضرب در 10^10 300 متر. 10^10 متر سرعت نور چقدر؟ 10^8 3 متر. بنابراین باید انتظار داشته باشین این ذره وقتی که 3 متر حرکت کرد دیگه متلاشی شده باشه نرسه، ولی اتفاق میفته از 7-8 کیلومتری جب بالای جب میرسه به شما. چطور باید تعبیر بکنید این رو؟ بسته به این که کی باشین، شما بخواین بفهمین چرا از به زمین رسیده یا اون بخواد بفهم، اون ذره بخواد بفهمه چرا به زمین رسیده. اون ذره با سرعت زیاد نزدیک به سرعت نور که میخواد حرکت میکنه خواهد دید که زمین به طرف هش حرکت میکنه با همون سرعت، و این فاصله 6 کیلومتری را همین حدود 300 متری نخواهد دید. بنابراین عمرش اجازه میده به زمین برسه. و شما چی خواهید دید؟ شما خواهید دید که آره این با ساعت شما 300 متر ببخشید بله در تقریبا 8 ثانیه عمر خواهد کرد، ولی نبض اون خیلی 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 کند میزنه. بنابراین ساعت اون و نبض اون انقدر کند میزنه که بهش مجال بده به زمین برسه. شما با اتساع زمان مسئله رو بررسی خواهید کرد و اون با انقباض طول و هر دو به این نتیجه برسیم بالاخره میزان به زمین میرسه. ما هیچ دستگاه مرجعی نداریم، معنیش هم بگه چون وقتی زمان معرفی میشه نسبیت عام، نسبیت خاص ببخشید قبول میکنه که دستگاه مختصات لخت وجود داره، منتها اونم دلیل مثل چیز ترانسفورمیشن گالیله راهی برای نشون دادن اون دستگاه مختصات لخت نداره. حالا قبول بکنیم و اینکه از دست این مختصات لخت تعریف مختصات لخت رها بشیم اونو باید صبر بکنیم به نسبیت عام برسیم. در نسبیت عام راهی پیدا میکنیم که به طور محلی برای هر کسی یه دستگاه مختصات لخت تعریف بکنیم. مثلا کهکشان هایی که خب از افق ها به اون برتر هم به صورت از برسوزی صورت دوبلری ما دیگه نمیتونیم ببینیم، به صورت مورس طبع بیشتر موزگیری نسبیت خاصی داشتیه که این حوزه حوزه من نیست. نسبیت خاص نسبیه چیز کهانشناسی نیست، بحث کهانشناسی نیست. برای اون موارد وقتی که اسم حابل میارین باید حتما مکانیک نسبیتی رو آشنایی باش داشته باشه. این سوال نگه بداریم آخرهای ترم بپرسیم. ببینید دستگاه مختصات لخت حالا اشاره بکنم چطور تعریف میکنیم؟ شتاب نداشته باشه،
وقت شما از این فضانورده دائم میشنوین که در داخل فضاپیماشون میتونن آزادانه حرکت بکنن، جاذبه زمین روشون اثر نمیکنه، بی جاذبه از اونجا. ما قضاوت بکنیم خواهیم گفت که خب در اون فضاپیما هم شتاب هست دور زمین میچرخه و هم جاذبه زمین هست، منتها اینا همدیگر رو خنسا میکنن. اون خودش قضاوت بکنه میگه من نه شتاب دارم نه جاذبه دارم. بنابراین به طور موضعی و مقطعی اون دستگاه لخته. در نسبیت عام که رسیدیم اونجا یه اصلی از انشتن باز قبول خواهیم کرد، شتاب معادل جاذبه است و میشه یکی رو بر حسب دیگری حذف کرد و یکی رو به جای دیگری گرفت. و این مسئله تعریف دستگاه مختصات لخت رو حل میکنه، راهی نشون میده که بتونیم ببینیم و آزمایش بگذاریم. در مکانیک نسبیتی دستگاه مختصات لخت رو قبول میکنیم که وجود داره، ولی راهی برای نشون دادنش نداریم. این نقص و عیب بنیادی چیزه، مکانیک نسبیتی خاصه. برای حل این باید بریم به مکانیک نسبیتی عام و اونم به این ترتیب حل بکنیم با قبول یه اصل جدید که جاذبه، گرانش و گرانش ثابت و شتاب ثابت میتونن هم دیگر رو خونسا بکنن و میتونن یکی به جای دیگری به کار بره. این چیزی که به نام اصل هم ارزی الف ریزه، اصل پرینسپل آف اکوولنس، باز یکی از ابداعات انشتنه. این تعبیر لورنس و فیزو و اینا بود. بله. ولی اونی که داره همراه این میره که اصلا امکان نداره بتونه کوتاه هم بذاره، چون خطکشی که این همراه خودش بردن کوتاه شده دیگه. اون در هر صورت طول قبلی رو اندازه میده. ببینید کلن باید از همه این حرف ها صرف نظر بکنیم و بگیم که لورنس بی خود، این تعبیر لورنس بی خود دیگه. نه. از دست عادت ها رها شدن بسیار بسیار مشکله، حتی برای آدم های مثل لورنس، مثل مکسویل، مثل پوانکاره و آدم های از این قبیل. نه، خود انشتین هم در یه جایی لنگ میزنه. انشتین هیچ وقت مکانیک کوانتومی قبول نکرد که ذره هم خاصیت موجی داشته باشه و هم خاصیت ذره‌ای داشته باشه. انشتین تا آخر عمرش قبول نکرد. اونم آدم بیهی بینم برای اینکه نمیتونست تصور بکنه موج باید وسعت داشته باشه، ذره باید در یه نقطه قابل تراکم باشه.
خب جلسه امروزمون رو یه خورده کوتاه بگیریم، دفعه دیگه الکترومغناطیس رو دوره خواهم کرد براتون به طور بسیار فشرده تا اینکه به تبدیل لورنس برسیم و این رو هم یه خورده کار دارم روش، بعضی غلط ها دیدم درش تصحیح بکنم و بفرستم براتون. اون لیست چی شد؟